درودی به بلندای دماوند و به وسعت ایران همیهنان عزیزم به اولین برنامه خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید در دقایق پیش رو با اخباری فوقلاد مهم از تحولات در خاور در خدمت شما عزیزان هستیم خبری که به صورت رسمی تایید شد وزیر دفاع اسرائیل بعد از حماس نوبت الله در بیروت است. هشدار چند اقتصاددان مطرح به حکومت موج جدید اعتراضات سهمگین تر از همیشه خواهد بود. خبری که به صورت رسمی تایید شد، وزیر دفاع اسرائیل بعد از حماس نوبت حزب الله در بیروت است. در حالی که تیم خبری آوای ایران در طول روزها و هفته های گذشته با تحلیل های دقیق از پلن بزرگ اسرائیل خبر داده بود، ساعتی پیش و در اظهار نظر رسمی وزیر دفاع اسرائیل از مرحله جدید جنگ در منطقه رونمایی کرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه گفت آنچه که ارتش کشورش علیه حماس در نوار غزه انجام میدهد به زودی علیه حزب الله در لبنان و بیروت انجام خواهد شد. به گفته گالانت حزب الله لبنان تنها تحریک نمی کند بلکه رسما وارد جنگ با اسرائیل شده است. <applause> זה כבר לא התגרויות, זאת תוקפנות. אני אומר כאן לאזרחי לבנון, אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות, והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה... در سوی دیگر حسن نصرالله، الله دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به حملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه علیه اسرائیل و آمریکا گفت ایران حمایت کننده جریان مقاومت خواهد ماند و در قلب این درگیری است او افزود وجود مقاومت لبنان فلسطین و دیگر نقاط منطقه به برکت رهبری ایران است ایران في جمهوری اسلامی ایران موضع آن درباره فلسطین پابرجاز حمایت السترد. همیشگی آن ادامه داره و, و بدون حد و مرزه حمایت معنوی و سیاسی و, و, ادام و ادام دیپلماسی و همچنین حمایت مالی و مادی و نظامی این مخفی نیست در سنوا... سالهای گذشته مخفی بود در همین ارتباط حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که جنگجویانش در جریان نبردهای کنونی در امتداد مرز لبنان و اسرائیل تسلیحات جدیدی شامل یک نوع موشک با کلاهک سنگین را به کار گرفتند سید حسن نصرالله رهبر حزب الله در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که جنگجویان این گروه برای فشار آوردن به اسرائیل به عمل کرد در آن مرز پرتنش ادامه خواهند داد نصرالله همچنین با سخنانی تهدیدآمیز گفت آمریکا تنها کشوری است که میتواند جلوی تهاجم گسترده اسرائیل در بارکه غزه را بگیرد ولی این کار را نمی کند. وی تصریح کرد که حملات به سربازان آمریکایی در عراق و سوریه تا پایان جنگ در غزه ادامه خواهد داشت. به گفته حزب الله، دست کم سه قرارگاه اسرائیلی ها و یک یگان پیاده نظام اسرائیل روز شنبه مورد حمله قرار گرفتند. حزب الله روز جمعه نیز با استفاده از سه فروند پهباد انتهاری به شمال اسرائیل حمله کرد. حزب الله و اسرائیل از روز هشتم ماه اکتبر یعنی یک روز پس از حمله مرگبار حماس در جنوب اسرائیل در امتداد مرز لبنان و اسرائیل به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. مقامات حزب الله گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران میگویند با سه تیپ ارتش اسرائیل وارد نبرد شدند. در حالی که سربازان اسرائیلی وارد باریکه می میشوند، ارتش اسرائیل به نوبه خود اعلام کرد که هواپیماهایش یک سلسله اهداف حزب الله را مورد حمله قرار دادند. ارتش اسرائیل این هدفها را قرارگاه های نظامی و انبارهای تسلیحات و زیرساخت های اطلاعاتی قلمداد کرد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که این کشور پس از تصرف غزه مسئولیت امنیتی این نوار را برای مدت نامعلومی بر عهده خواهد داشت. نتانیاهو همچنین گفته که اسرائیل با واگذاری مدیریت غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین مخالف است. در همین بین دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل شامگاه شنبه 20 آبان ماه گفت نیروهای این کشور در حال حرکت به عمق غزه اند و حماس کنترل شمال غزه را از دست داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در نشست خبری روز شنبه خود گفته بود که شمال نوار غزه به طور کامل از تسلط حماس خارج شده است. هاگاری علاوه بر این در میانه نشست خبری روز شنبه خود که به زبان عبری برگزار میشد به زبان انگلیسی هم تاکید کرد که هیچ گونه محاصره ای در اطراف بیمارستان شفا وجود ندارد. هاگاری ادامه داد زل شرقی بیمارستان برای گذر امن اهالی غزه که میخواهند بیمارستان را ترک کنند باز است و نیروهای اسرائیل به صورت مستقیم و منظم با کارکنان بیمارستان در تماسند. و به درخواست کارکنان بیمارستان شفا ما فردا کمک خواهیم کرد که نوزادان بسری در بخش اطفال به بیمارستانی تر بروند ما کمک های مورد نیاز را ارائه خواهیم داد همچنین شینبت آژانس امنیت اسرائیل و ارتش این کشور در بیانیه ای اعلام کرد که طی حملات هوایی در نوار غزه حدود 20 شبه نظامی فلسطینی که عمدتا اعضای حماس بودند کشته شدند در این بیانیه آمده که این افراد طی سالهای اخیر برای پیشبرد حملات علیه شهروندان اسرائیلی تلاش میکردند در ادامه حمله نیروهای شبه نظامی منطقه به مواضع آمریکا و اسرائیل دیلی میل به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد چند پهباد انتحاری به سمت پایگاه رمیلان محل استقرار نیروهای آمریکایی و اعتلاف بینن ضد داعش در شمال سوریه پرتاب شدند. طبق این گزارش یکی از این پهبادها سرنگون شد و بقیه به این پایگاه برخورد کردند اما منفجر نشدند این حمله خسارات و تلفاتی نداشت است از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به شلیک پرتابه از سمت بلندی های جولان سوریه هواپیماهای جنگندگی اسرائیل زیر ساخت های گروه های تروریستی را در سوریه بمباران کردند پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله تلافی جویانی اسرائیل علیه اهدافی در حومه غربی در آ خبر داده بود. واینت گزارش داد از زمان شروع عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه پنج هزار موضع متعلق به گروه های شبه نظامی فلسطینی هدف قرار گرفتند. سیاست های جمهوری اسلامی در قبال جنگ در غزه صدای نماینده ها و خودی های نظام را نیز درآورده. در همین ارتباط، معینالدین سعیدی نماینده چابهار گفت از برنامه توسعه خودمان 20 درصد انجام شده میخواهند برنامه پنج ساله توسعه اول فلسطین را بنویسند او افسود وقتی برخی رویکردها را در بعضی دستگاه ها میبینیم متحیر میشویم که آیا واقعا این رویکردها اولویت های کشور ما هست هشدار چند اقتصاددان مطرح به حکومت موج جدید اعتراضات سهمگین تر از همیشه خواهد بود شماری از کارشناسان اقتصادی در ایران با انتقاد از تورم فزاینده عدم تناسب درآمدها و هزینه های معیشتی را موجب افزایش نارضایتی‌های های عمومی خوانده و بر ناتوانی حکومت در حل این معضلات اقتصادی تاکید کردند حسین راغفر اقتصاددان در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز شنبه 20 آبان منتشر شده ریشه ناآرامی ها در چند سال گذشته را ناتوانی خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی ذکر کرده است او با اشاره به عدم افزایش درآمدها تاکید کرده که در چند سال اخیر میزان دستمزدها با گرانی کالاها تناسبی نداشته است. رسانه های ایران در شهری بر ماه سال جاری گزارش دادند که در دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی تورم حداقل 250 درصدی به صفرهای زندگی مردم تحمیل شده و دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بود است. یک کیلو گوشت، یک کیلو مرغ، دو پنیر شد یک میلیون تومند خدا به داد اونهایی برسه که واقعا مشکل ده. البته ما ما الان همه مشکل داریم این سه قلم جنس سه تا کر سه تا خامه یه مایز دستشی داره خریدم سد و سی و صحبتم با اون دست آدم هایی هستن که تو لونه موش قایم شدن ذره زر, زر دارن میمیرن صحبتم با اوناست که تا کی میخواییم با فقر و فلاکت و بدبخت زندگی کنین چهار تا بیگانه اومدن کشور به دست گرفته من نمیتونیم بیرون کنیم فقط به خاطر اون دست آدم که دلون موش قایم شدن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران آی اونایی که تو لونه موش قایم شدید بیایید بیرون مادران داغدار قصه مردن خواب و خوراک ندارن فقط در شبان روز سالیان سال دارن قصه میخورن بیاید بیرون بیاید وگرنه یکی یکی کشته میشیم نوبت بچه شما هم میشه حسین راخفر ادعاها درباره تاثیر افزایش دستمزدها بر رشد تورم را نیز اشتباه خوانده است به گفته این کارشناس اقتصادی سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از 15 درصد برآورد می شود و دلیل شکلگیری تورم بالا ناشی از های اشتباه مسئولان است به تازگی علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار عدم توازن بین دستمزد و هزینه و نبود امنیت شغلی را از جمله مشکلات کارگران برشمرد. فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی هم کاهش قدرت خرید مردم نسبت به گذشته را مسئله بسیار جدی دانسته است. این اقتصاددان در گفتگو با روزنامه اعتماد نابرابری های درآمدی با ابعاد کم را در سرآغاز تغییرات ساختاری در ایران ذکر کرده است. این در حالی است که اعتراضات معیشتی اقشار مختلف همچون کارگران، بازنشستگان، معلمان و کادرهای درمانی در سالهای گذشته رو به گذاشته است فرشاد مؤمنی تورم را پدیده سیاسی و محصول درک مسئولان سیاسی کشور توصیف کرده و خواستار برخورد مسئولان تر دولت در تصمیم گیری های اقتصادی شده است کمال اطهری پژوهشگر اقتصادی هم از بروز رکود تورمی همزمان با چند برابر شدن قیمت مسکن و مواد غذایی اساسی و خروج تعداد بیشتری از بنگاه های اقتصادی از بازار خبر داده است این اقتصاددان در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز حاکمیت اولیگارشیسم اقتصادی و تسخیر قانونگذاری به وسیله دولت را موجب تسلط کامل حاکمیت بر درآمدهای نفتی ذکر کرده است خبرگزاری ایلنا به تازگی خط فقر حداقلی در تهران را 30 میلیون تومان و در شهرستانها حداقل 23 میلیون تومان گزارش داده است این در شرایطی است که متوسط حقوق یک کارمند حدود 10 میلیون تومان و متوسط دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای فرزند حدود 8 میلیون تومان است. همراهان عزیز به پایان اولین بسته خبری امروز از آوای ایران رسیدیم. تا ساعت آینده و با یک برنامه خبری دیگر که مهمان خانه های شما خواهیم بود شما را به خدای بزرگ می سفاریم. روز و روزگار خوش پاینده ایران.